درود بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومد بچه ها، اومدیم به ادامه آلبوم کچی بیست ریاکشن بریم. آلبوم جدیدش به اسم زوزه با ترک از خودم بدم میاد. از الان از اول شروع میکنیم این به خاطر اینکه یکی از پردرخواست ترین ها بود. دقیقا. هم این هم فکر کنم دیواره سنگی اسمش، نمیدونم چیه، اونم حالا به موقعش میریم بعد از این. و این دوتا پر پیشنهاد ترین ها بودن که میخوایم بریمشون. بریم که داشته باشیم. این ترک 3:49 است که کسی توی این ترک به جز خود کچی نیست. اون دو تا ترکی که تا الان رفتیم فیتا بودن. بریم که داشته باشیم ببینیم داره. این ترک که شما گفتین یکی از خوبای آلبوم چیه. قبل اینکه شروع کنیم فقط یادتون نره که حتما سابسکرایب همین الان بکنید، اگر نکردید لایک بزنید و بریم که داشته باشیم. اگر تلگراممون جوین نیستین، برید توی دیسکریپشن لینکش هست جوین بدید کانال تلگراممون و لینک مستقیم ویدیو اصلی هم توی دیسکریپشن هست، حتما مستقیما حمایت کنید. لتس گو، بریم داشته باشیم. نوستمونه یکی خودشون بدشون میاد. یسته تو من خودم بدم میاد، چون وقتی همه جنگیدن نشسته بودم، میگفتم فرشته ها رفتم، فهمیدم اونا که واسه آزادی پر کشیدن فرشته بودن. من خودم بدم میاد چون تا دیروزم میخواستم بازم یه تک به کوبم بگم به من چه، میگفتم فقط این مهمه که الان به ام برسه الکل و برسه دودم. من خودم بدم میاد چون وقتی از تو خیابون میومد صدا جیغ من نشسته. بازم داریم اون یه انتقادی داره میکنه دیگه، در قشنگ مشخص از کسایی که ساکت بودن، از اون قشر خاکستری که موندن و هیچی نگفتن. ولی بازم شخصیه اون انتقادی که داره میکنه. مثلا میگه من خودم بدم میاد چون نیومدم وقتی همه داشتن میجنگیدن، فکر دود و الکل خودم بودم. بازم مثل بقیه ترکایی که تارو گوش کردیم حالت شخصی داره. ولی عمومی یعنی از اون موضوع صحبت میکنه، ولی آره. از نگاه شخصی خودش، سلیقه شخصی. جالبه که کل آلبوم هست انگار این همچی چیزی. آدم ها حمایت کردن، حالا شاید بعضیا مثلا اومدن راجع به اینکه حمایت کردن گفتن، به جای اینکه بگن آقا وظیفه‌مون بود، کار شاقی نکردیم. ولی الان برعکسش کاملا داره کچی میگه، میگه من از خودم بدم میاد که مثلا جزو اونایی که پرکشیدن نبودم، مثلا میدونی، یا مثلا کمکشون نبودم. کچی بیت از اونایی که خیلی کمک کرده، خیلی حمایت کرده. آره. همیشه. خب الان مثلا با این دیشای استارلینک که دارن میفرستن کمک پوتکا اینا هستش با بزیله و اینا. ولی حالا خود باید بیشتر گوش کنیم تا متوجه بشم آیا داره اینو اینجوری میگه که میگی که مثلا من اکاش میتونستم بیشتر، یا اینی که نداره دقیقاً از زبان اون قشر خاکستری میینه و تو ادامه بفهمیم. من خودم بدم میاد چون وقتی از تو خیابون میومد صدا جیغ من نشسته بودم خونه نرسه به ماسیب و سه بودم رو این که همه تون به بازی، فکر نمی کردم که وایسی. من خودم بدم میاد چون میگفتین اتصاب و میرفتم مغازه، میخواستم فقط من باشم اونی که نبازه، چیزی خط رو زندگی من اندازه، تازه من داشتم اندازه. من خودم بدم میاد چون میدونم حسم باید چی با... واقعا اینجوری نیست؟ این قشنگ ترین ترکیه که تا الان از این آلبوم شنیدم. آره، اینقدر که واضح و خوشگل حرفایی که همه حرفایی که میدونی وقتی میخوایم اعصابمون خورد میشه، چند روز نمیایم ایستا، اعصاب خورد میشه، چند روز نمیتونی کار کنی اصلا هیچی. ولی این همون حرفایی که اعصابتو خورد میکنه نمیتونی بزنی. یکی میاد میدونی، یکی کسی که این کار از کارشو بلده میتونه مثلا توی قالب هنر بهت میگه اینه که احساس خوبی بهت دست میده وقتی اینا رو میشنوی. با اینکه حرف بدیه، ناراحت کننده. حتی اگه مثلا می‌خواستیم بگیم کدوم تاپیک، اون تاپیکی که من گفتم شاید به نظر جالب بیاد، ولی اگه بخواد تکان دهنده باشه، اگه بخواد تاثیرگذار باشه، همون تاپیکی که انتخاب کرده و روش داریم آهنگ الان میشنویم. دقیقاً. و چقدر هم داره یه جوری میگه که می‌دونی دردت بیاد. درد بیاد. دقیقاً. چرام که وایسی من خودم بدم میاد چون میگفتین اتصابو میرفتم مغازه، میخواستم فقط من باشم اونی که نبازه، چیزی خط رو زندگی من اندازه، تازه من داشتم اندازه. من خودم بدم میاد چون نمیدونم حسم باید چی باشه به اونی که ساکته، کلی فوش دادم بهش و حتی نمیدونستم میتونه پا بشه و واسه جلو داشه، شاید الان از ته رو شقیقشه، شاید ترسوه غریزشه. ها، اینم یکی دیگه از خاصیت های قشر خاکستری، هی انگوش میگیرن سمت این و اون
میخوان یکی دیگه کاری بکنه. کلی فوش دادم بهش و حتی نمیدونستم میتونه پا بشه و واسه جلو داشه. شاید الان از ده رو شقیقشه، شاید ترسوه غریزشه، شاید اصلا میترسه که حریف نشه. اصلا نمیدونم توی دلم چی جریمشه. از خودم بدم میاد چون هیچ قدمی بر نداشتم واسه عدالت، ولی نشستم همه تونو کردم قضاوت. چون دیدم میزنه ولی داد نزدم بلند که چرا زد. میگفتم من که دارم همه چی تو زندگیم، پس چرا فکر کنم چی میگذره توی اوین. به من چه اون نمیخواب شبا با دل سیر، چرا باید من برم واسه شون تو دل شیر. از خودم بدم میاد واسه بی خیالی، واسه این که تو واسه خیلی قشنگه بابا. خیلی باید این آهنگو بولد کنی. خیلی خیلی قشنگ داره میگه و چقدر منو یاده یه سری ها میندازه میدونی. سشون تو دل شیر، از خودم بدم میاد واسه بی خیالی، واسه این که تو واسه من میدی آلین. و مثل که هم معرفت نشد چیزی آلیم، و پشتتن فقط مجازی و دیجیتالی یه است تو من. من از خودم بدم میاد چون وقتی همه می جنگیدن نشسته بودم. از خودم بدم میاد چون نهیدم در تو، من گرم بودم و نهیدم سرت شد. نفهم بودم و نشیدم حرف تو، از زد زدم و خریدم سهم تو. از خودم بدم میاد چون وقتی دیدم میکشه چشم و بستم و دعا کردم واسه خودم. وقتی گرفتم کتاب و دستم هر شب نگاه کن مستم، انگاه جمعه است اصلا همه فکرم بومبسته. استم چرا مرده است دلم ته دره به جا قله است. چکا کنم دیگه دارم فهمی کنم منم به پا شدن، ولی نمیدونم میشه چشا رو بست رو منو بخشید و زد این حساب آخر. من که میگم خودم هم خودم بدم میاد، تو هم بیاد چون من کلن پرم و چرندیاد. همه سیام همه سیاه بازی همه شیام حالا بدتر همه. ببین جالبه که یه جورایی تو شعرش این دست افراد رو به حالت ناخودآگاه طوری داره تشویق میکنه به اینجوری نبودن. و یه چی دیگه حالا شاید میدونی نمیدونم یه سری صحبتایی که داره میکنه باعث میشه خود منم یه خورده خودم بدم بیاد. همه واقعا به جز اونایی که کف خیابون تو ایران بودن از خودشون بدشون مثلا میاد. اونجایی که میگه میدونم ببخشید که فقط بودم مجازی. آره دیگه میفهمم. نمیدونم میگه ببخشید یا نه، یعنی ولی منظورم اینه که منظورم همین صحبتشه. آره. ولی واقعا من از خودم به خاطر یه همچین موقعیت هایی بدم. یه جایی هست توماج مثلا، الان توماج چقدر احتیاج داره به صدا یادش افتادم الان، مثلا توی یکی از فکر کنم تو ترک ببخشید بود که گوش کردیم گفت که انگشتات نشکره پست میذاری مثلا میدونی. آره. حقه، هر کاریش کنم داره راست میگه. نمیدونم منم واقعا از خودم بدم بیاد یه همچین شرایطی که میبینم. حالا بدتر هم هستیم، بگو جا داری تو قلبت که منم بیام. میخوام برگردم به اصل خودم، از اینی که بودم من خسته شدم. میخوام طعم عشق رو دوباره باد مزه کنم، میخوام اون روزی که میمیرم بدونم حداقل دست پرم. من خودم بدم میام، خودم بدم میام یه حس تو من که وقتی همه می جنگیدم من نشسته بودم. می گفتم فرشته ها رفتن، فهمیدم اونا که واسه آزادی پرکشیدن. فرشته بودن یه حس تو من از خودم برم. ترکش و ترک مورد علاقه هم و حالا بیتش خیلی قشنگ بود خب، ولی واقعا درست حسابی حواسم نبود. یعنی من بیشتر حواسم سر خود لیریک بود. چقدر قشنگ، چقدر واقعا، چقدر رو راست، چقدر روک. همینه میخواستم بگم چقدر صادقانه. مطمئنا یه سری از این حسایی که من از خودم بدم میاد و گرفتم، جدا از این که حالا مشخص بیشتر مخاطب کچی کیه، ولی خودش هم این حسو گرفته 100%. و این چقدر جالبه که میدونی. آره. میتونی آرتیست رو درک کنی. آره دقیقاً. من میگم از اینش خوشم میاد که به مثلا خیلی اولش اشتباه اول آهنگو برداشت کردم، ولی بازم حرفم ثابت همونه. آره. خیلی ها اینجوری بودن که خب من این کارو کردم، خب من اون کارو کردم. آره. من اینجوری کردم، من اونجوری کردم. نه تنها اصلا هیچ کدوم حمایتای
غیر حضور در خیابونیشو به رخ نکشی، بلکه گفت که با این حال خودم بدم میاد، با اینکه مثلا اینترنت خیلی میتونه کمک کنه، صدا بودن توی پیجش میتونه کمک کنه، ولی بازم میگه خودم بدم میاد، چون هر چی باشه اون کف خیابونی ها اصلا غیر قابل مقایسن. دقیقا اون اصل همه چیز به خاطر اونا وجود، اصلا همه چیز رو اونا به وجود آوردن. پس اگه آدمایی که با وجود این کمک ها بازم این شکلی هن که خودشون بدشون میاد، اون قشر خاکستری دیگه چه حسی باید به خودشون داشته باشن؟ اون قشری که میبینن از پنجره خونشون بیرونو و میبینن که مثلا میدونی؟ آره. حالا یه چیزی به بحث طولانی تر بزرگی تر هست راجبه، میدونی، راجبه غیر انسانی نگاه کردن، یعنی یه جوری اونا نگاه میکنن که انگاری که اون خاکستری ها اینجوری هنها اونجوری نگاه میکنن که انگاری که اون آدمایی که داریم راجبشون صحبت میکنیم، اون آدمایی که مثلا این اتفاق داره برشون میفته، انسان واقعی نیستن. دقیقاً اتفاق این واقعا علمیه، وجود دیهیومن. دقیقاً میدونم. آره دقیقاً این اتفاق میفته براشون. یکی از موضوعایی بود که من توی ویدیو هم می‌خواستم راجعش صحبت کنم. دیهیومنیزیشن میکنن در واقع برای خودشون. اون یه بحث طولانی داره، حالا تو ویدیو شاید کیمیا بگه. حتی بعضیا رو اون آدما اسم NPC میذارن. دقیقاً میخوام بگم که این آدمای جوری ان که اصلا وجدان تکون هم نمیخوره. خودشون کاراکتر اصلی میبینن، بقیه رو ساید کاراکتر میبینن. اون که بخوام مثلا حالا تاثیر بذاره اینه، ولی خب در کلی هم چی کارهای خیلی ارزش دارن و من خیلی خوشم ازش، دمش گرم که چی با همه همه کاری که کرده. شما اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید بچه‌ها و نظرتون توی کامنت‌ها بگید که کدومی که کار رو بیشتر. اگر سابسکرایب نیستید سابسکرایب کنید حتما. تا اینجا کار ما از این ترک خیلی خوشمون اومده و به نظر من از این ترک واسه که بعد هر کی شخصی به خودش فکر کنه، به خودش نگاه کنه و زیاد گوش کنه تو طول روز و با خودش راست باشه. حتی میگم ما همینطور، شما هر کسی بعد با خودش این ترک رو گوش کنه و با خودش صادق باشه و مراقب خودتون حسابی باشین بچه‌ها. با تا ویدیو بعدی خدافظ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.